شیطان قسم خورده ماست، چیزی که شیطان رو ناراحت میکنه توبه جوان هست. در سن جوانی توبه جوان بزرگترین توهین و سیلی و خنجر تو پیشانی ابلیس هست. اگر جوان توبه بکنه دنیا خوش میشه، نعمتهای دنیا و برکتهای نعمتها سرازیر میشه. چون جوان توان گناه دارد، توبه پیرمرد به اندازه توبه جوانی که توان و قدرت گناه دارد و زمینه گناه دارد، زمین تا آسمان در قیمتشان تفاوت هست. گرچه خداوند همه توبه ها تا قبل از اینکه زمان توبه مسدود نشده باشه، وقت خاص نرسیده باشه، توبه پذیر است و ما قبل توبه را می آمرزد. التائب من الذنب کمل لا ذنب له. چرا همش صحبت توبه میکنیم؟ در نماز جمعه گیادون صحبت از توبه کردیم. بعد از زلزله 6 ماه پیش جزیره قشم و زلزله پی در پی و متواصل این جزیره، احساس نیاز شدید به توبه میشود، مثل که نیاز حالی ما فقط توبه نصوح هست که همه دست جمعی توبه بکنیم تا نظر خدا را نسبت به خودمون مثبت بکنیم. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر اهل روستایی و قریه یا جزیره‌ای یا قومی یا ملتی دو صفت داشته باشند، ایمان به خدا، ایمان صادق داشته باشند و تقوای خدا و ترس خدا تو همه زمینه‌های زندگیشون جریان داشته باشه، ما میگیم تقوا فقط در مسجد از خدا بترس. در مسجد آدم خوبی میشیم روز جمعه، در نماز عید آدم خوبی میشیم، در نماز 5 وقت آدم خوبی میشیم. از پله مسجد که بیرون آمدیم تمام شد دیگه، رفت. تو تجارت خانه که رفتیم به گفته یکی از دوستان میگه اگه تو بازار امروز دروغ نگی نمیتونی جنست به فروش ببرید. مال حلال میگه جمع نمیشه، باید قسم بخورید، خدا وکیلی بگید، خدا را از بایی بیارید پایین تا بتونی 1 متر پارچه بفروشید، تا بتونید کلاه سر مردم بذارید و پولی رو جمع بکنید. اون طولا مسمومه، خون آلوده میکنه، نطفه رو آلوده میکنه، جنین رو آلوده میکنه، نسل بعدی رو آلوده میکنه. اونایی که سر سفره پدرشون با اون پول مینشینن و تغذیه میشن، همه آلوده میشن. کاری نکنید که در توبه رو مسدود کنید. توبه زیبندی یک جوان مسلمانه، توبه زینت یک جوان مسلمانه. جوان مسلمان لوتی نیست، جوان مسلمان اصلا شایستش نیست که سیگار بکشه، تا چه برسه که بگیم جوان مسلمان معتاد شده. وای چقدر ما بیتفاوت شدیم، معتادی دیگه مد شده. اگه کسی تریاق نکشه، تو خیلی مناطق میگن تریاق دیگه مال دختراست. اگه کسی گفت تریاق میکشه، تریاق مال دختراست. صحبت از هروئین و حشیش و بنگه، صحبت از تزریق تفننیه، تزریق حرفه‌ای. چی بود؟ جواب نمیخوام. زلزله بود. این صداها تقریبا عادی شده برامون. این صداها ما رو نمیترسونه، این که زمین به لرزه ما میترسیم، هیبت خدا داخلشه. زلزله یکی از سهمناکترین بلاهاست و عذابهای خداونده. و بعضی موقع زلزله وقتی شدت پیدا میکنه، زمین دیگه طاقت تماسک نداره و باز میشه زمین. خداوند قدرتهای عجیبی داره، هر کدومش در جای خودش مهیب هست و هیبت داره. و پشت مرد که غرش میکنه در اوج اقتدارش در دنیا و تکبر به خرج میده در مقابل خداوند، واقعا میلرزاند. هیبت خدا نمیشه با شوخی کرد، معصیت خدا نمیشه با شوخی کرد. معصیت رو به شوخی نگیرید،
هر شوخی میکنید بکنید، اما با معصیت و گناه شوخی نکنید، با جهنم شوخی نکنید، با خشم خدا شوخی نکنید. خداوند رحیم و رؤوفه و رحمانه و توابه و کریمه و ستاره و غفار ذنوبه و غافر الذنبه. خداوند مهربان هست، بندگانش را دوست دارد و دوست ندارد که بندگانش را عقاب بکند. این بندگان هستند که خودشان را عقاب میکنند و خشم خدا را به جای رحم خدا برای خود و خانواده خودشون احراز میکنند.